مشغول خواب خوش و شیرینم بودم که خواهرم پرنیا یواشی وارد اتاقم شد و اومد یه سطح خواب رو خالی کرد. چی کار داری میکنی بیشعور؟ مگه نمیبینی خواب بودم؟ هی گایز، منم پرنیا، هر روز خواهرم هانیا رو اینجوری سر کار میذارم. اگه از اینجور ویدیوها دوست دارید کانالم رو دنبال کنید. چی؟ منو سر کار میذاری تا فالوئر چم کنی؟ بله، و بعدش وارد یه فاز بزن بزن میشه و متاسفانه دوامون به صورت لایف داشت پخش میشد. راستی سلام، من هانیام و امروز قراره داستان جذاب خودم و خواهرم رو براتون تعریف کنم. ممنون میشم مثل همیشه اون دکمه لایک رو هم بزنید. 2 سال پیش من و خواهرم پرنیا یه کانال یوتیوب زدیم به نام خواهران بستی که تو اون در مورد فشن و زیبایی و میکاپ و اینجور چیزا ویدیو میساختیم. من شده بودم مسئول فیلم برداری و ایده ها رو میدادم، پرنیا هم اونی بودش که جلوی دوربین بود. خب اولش همه چیز خوب و روال بود و کانالمونم خیلی سریع رشد کرد، ولی بعد یه مدت اوضاع خیلی تغییر کرد چون پرنیا خانم هرسکی شده بود و میخواست هی پول بیشتری در بیاره، یا از برندهای مسخره هی پول میگرفت و تبلیغشون میکرد، از برندهای مسخره هم هی پول میگرفت و تبلیغشون میکرد. عزیزای گلم، امروز میخوام یه کلاگیس بهتون معرفی کنم از برند بایتاس. همینجوری که میبینید فوق‌العاده طبیعی و فیت روی سرم نشسته، وای انگار موی خودم. و یا واسه این که ویوی بیشتری بگیره چالش های مسخره انجام میداد و از من طفلی هم استفاده میکرد. خب گایز، امروز میخوام زنگ بزنم خواهرم هانیه و علکی بگم تصادف کردم و یکی رو زدم کشتم، ببینیم عکس العملش چیه. من اصلا از این اوضاع راضی نبودم، به نظرم داشت کانالمون هم به فنا میداد. خلاصه این که همیشه سر کانال با هم دعوا داشتیم. مامان بعد از اون که فهمید ما تو لایف داشتیم با هم دعوا میکردیم عصبانی شد و سفری که قرار بود با دوستامون بریم و هم کنسل کرد و اجازه نداد تا یه مدت هم از اینترنت استفاده کنیم. تازه اون ویدیوی دعوای ما موضوع داغ کالج شده بودش، همه ویدیو رو میدیدن و مسخرمون میکردن. تازه بدترین چیزی که اتفاق افتادم اینه که این دعوا روی دانشگاه نمونه‌ای که قرار بود به ام بورسیه بده هم اثر گذاشته بود. به هم زنگ زدن و گفتن پروندم رو باید بیشتر بررسی کنن. حالا هرچی من از اون ویدیوی وایرال شدمون ناراحت بودم، پرنیا خانم خوشحال بود و میگفت مشهورتر شدیم. بس دیگه پرنیا، ببین چی کار کردی با اون حرکت احمقانت. احمق خودتی، یه کانال موفق با همین چیزای وایرال شده مشهور و موفق میشه. به نظرم تو اصلا از این چیزا سر در نمیاری. اونجا بود که فهمیدیم ما دوتا با هم به توافق نمیرسیم. خب هیچ کدومم دلمون نمیخواست که کانال مال اون یکی باشه. خلاصه بعد از کلی جر و بحث انرژیمون تموم شد و نشستیم رو زمین. اوه چقدر خسته شدیم. آره خدای، بیا از این به بعد بین دعوامون یه راند استراحت بدیم. آره راست میگی، فکر خوبیه. حالا بریم سر موضوع کانال. میدونی چیه هانیا؟ حالا که اینقدر ادعات میشه، اگه بتونی ثابت کنی که توی مد و فشن از من بهتری، من کانال یوتیوبمونو 2 دستی تقدیمت میکنم. خب اوکی؟ چجوری ولی؟ اوکی ببین، من بدتیپ ترین پسر کالج رو انتخاب میکنم. 2 ماه دیگه جشن آخر ساله و مثل همیشه هم آخر جشن خوشتیپ ترین زوج رو اعلام میکنن. تو باید بتونی با سلیقت توی مد و فشن اون پسره رو خوشتیپ کنی. اگه توی اون جشن
تو با اون تیپای برتر بشید و به عنوان شاه و ملکه جشن انتخاب بشید، اون وقت تو کانالو میبری. ها چالشت همین بود عشقم؟ باشه بابا قبوله. خلاصه یه قرار سفت و سخت با هم گذاشتیم و دست دادیم. صبح روز بعد من و پرنیا رفتیم سمت کافی شاپ کالج. پرنیا هم داشت تو لیستش دنبال بد تیپ ترین پسر میگشت. خب من یه لیست از تمام بد تیپ های کالج اینجا نوشتم. کدوم بدتره؟ چی؟ این لیستو ول کن بابا، اون پسره، اون که اونجا نشسته، وای عالی خودشه، اونو باید خوشتیپ کنی. آره چی؟ اون؟ بیخیال، خیلی نامردی پرنیا، اون شوگاست، مغرورترین پسر کالج، اون کلن به کسی که محل نمیذاره، هرچی دلشم بخواد میپوشه. من آخه چجوری به اون بگم چی بپوش چی نپوش؟ بعدم کلن هیچ وقت تو جشنا نمیاد، چجوری آخه پادشاه مسابقه بشه؟ بیخیال بابا، یکی دیگر از لیستت انتخاب کن. نه عشقم، اگه بتونی شوگا رو وادار کنی بیاد جشنو اول بشین، یوتیوب مال تو. در غیر این صورت به کانال یوتیوبمون بگو بای بای. اوف نه خیرم، من به این سادگی ها کوتاه نمیام پرنیا جونم، از الان شوگا رو پادشاه مسابقه بدون. روز بعد یه لباس خوشگل پوشیدم و رفتم کالج تا شوگا رو پیداش کنم. سلام شوگا، میتونم چند لحظه وقت تو بگیرم؟ نه. چی گفتی؟ نکنه مشکل شنوایی داری؟ دلیلی نمیبینم بخوام باهات حرف بزنم. چی؟ چه گستاخ و بی‌ادب؟ عصبی شدم و سری رفتم دنبالش تا جوابشو بذارم کف دستش که پرنیای بیشور پاشو گذاشت جلوم و من پخش زمین شدم. اینقدر بد و تابلو خوردم زمین که شوگای بیخیال هم حتی برگشت نگام کرد. حالم البته خیلی بد نبودا، ولی موقعیت خوبی واسه جذب شوگا بودش. آخ وای وای پام داغون شد. شوگا کمکم کن، پاشم کمکم کن. آه رفت. عجب آدم بی احساسیه ها، کلن هیشکی براش مهم نیست. خدایا باید یه نقشه چیزی بکشم، فکر نکنم شوگا کلن بخواد به من محل بذاره. نباید بذارم پرنیا به این راحتی صاحب کانالمون بشه. روز بعد یواشی شوگا رو تعقیب کردم. میخواستم ببینم دقیقاً چجور آدمیه و چی کار میکنه. بعد از یه مدت که تو خیابون تعقیبش کردم، دیدم ناگهان وارد یه بیمارستان شدش. خدا رو شکر وقت ملاقات بود و تونستم برم تو، اما بعدش اونو گمش کردم. ناگهان از یکی از اتاقا صدای یه گریه اومد.